آرت استایل چیه؟ خب قطعا شما بیشتر از هر جای دیگه ای کلمه آرت استایل رو پیش طرفدارای بنتن میشنوین و به احتمال زیاد این سوال براتون پیش اومده که آرت استایل چیه و چه تأثیری توی انیمیشن داره. امروز تو این ویدیو اومدیم که به این سوال جواب بدیم و بررسی کنیم و ببینیم بهترین آرت استایل بنتن کدومه. به هر حال دیگه حرف اضافه ای نمونه، فقط لایک و ساب و کامنت هم یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. خب میرسیم به اولین سوال، آرت استایل چیه؟ اگه بخوام خلاصه بگم، آرت استایل میشه نحوه طراحی کاراکتر و عناصر قابل حرکت توی انیمیشن. شاید به نظر خیلی آرت استایل خیلی چیز مهمی نباشه و فقط سلیقه و سبک انیماتورا رو نشون بده، ولی نه، آرت استایل میتونه تاثیر خیلی زیادی توی سایر بخش‌ها هم داشته باشه، از جمله انیمیشن. چجوری؟ خب برای جواب دادن به این سوال اول باید بفهمیم انیمیشن چیه. انیمیشن میشه نحوه حرکت عناصر و تبادلشون با محیط اطراف. در مجموع هرچه جزئیات آرت استایل بیشتر باشه، انیمیشنایی هم که ما میبینیم به مراتب نرمتر و واقعی‌تره. البته این طبیعی بودن انیمیشن‌ها به نکات دیگه‌ای هم میتونه بستگی داشته باشه، مثل نورپردازی و رنگ‌آمیزی، ولی خب اصلش هم آرت استایله. خب جدا از همه اینا، ما میدونیم که آرت استایل خوب سه تا ویژگی اصلی داره: 1. جزئیات کافی، 2. انعطاف‌پذیری، 3. همخونی با محیط. این همخونی با محیط از اون دوتا نکته قبلی خیلی مهمتره، چون اگه کاراکترها نتونن درست با محیطشون بچه، انیمیشن ها تا حد خیلی زیادی مصنوعی میشن و همین دیگه. خب ما تا الان فهمیدیم که آرت استایل چیه و آرت استایل خوب چه ویژگی داره. حالا با توجه به چیزایی که میدونیم میریم سراغ بخش دوم ویدیو، یعنی بهترین آرت استایل بنتن کدومه. شاید یه سریاتون میگه آرت استایل بنتن الین فورس و اولتیمیت الین، چون خیلی جدی بود و خیلی خفن بود و اینجور چیزا. میشه گفتش که تا حدی هم حرفتون درسته، ولی به خاطر یه سری از دلایل این آرت استایل شاید بدترین آرت استایل بنتن به حساب بیاد. اگه بخوایم یکم منطقی باشیم، رسما جزئیات و انعطاف‌پذیری کاراکترها تو این آرت استایل ریده. تو این دو تا سری عملا جزئیات و انعطاف‌پذیری به حداقلش رسیده و همین موضوع باعث شده که انیمیشن ها فوق‌العاده ضعیف و مصنوعی به نظر بیان. فقط کافیه انیمیشن دویدن توی اولتیمیت الین با سایر سری ها مقایسه کنین تا به خوبی متوجه تفاوتشون بشین. در کل اگه نظر منو بخواین بپرسین، آرت استایل بنتن الین فورس و اولتیمیت الین بدترین آرت استایل سری های بنتن کلاسیکه. خب حالا که ما بدترینشو گفتیم، بهترینش کدومه؟ بهترینش 100% بنتن اورجینال یا همون بنتن کلاسیکه. این آرت استایل هر چیزی که یه آرت استایل خوب باید تو خودش داشته باشه رو داشت: جزئیات بالا، انعطاف‌پذیری، همخونی با محیط و حتی چیزای دیگه مثل نورپردازی خوب و رنگ‌آمیزی خیلی خفن. نوع طراحیش هم جوری بودش که هر کسی میتونست باش ارتباط بگیره، هم بچه‌ها هم بزرگترا. نه مثل اومنیورس اینقدر فانتزی بود، نه مثل الین فورس و اولتیمیت الین خشک و بیروح بود. خب حالا اگه بخوایم به آرت استایل اومنیورس هم نمره بدیم، میشه یه چی بین کلاسیک و الین فورس. توی اومنیورس جزئیات نسبتا خوب بودن و انیمیشن هم تا حد زیادی طبیعی بودن، ولی خب ویژگی‌های مثبتش به مراتب از بنتن کلاسیک کمتر بود و همین موضوع باعث شد که ما یه پله پایین‌تر از بنتن کلاسیک بذاریمش. البته یه پله بالاتر از الین فورس و اولتیمیت الین حقش بود و ویژگی‌های مثبتش خیلی از اون دوتا بیشتر بود. بنتن ریبوت هم که ترجیح دادم بررسی نکنم، چون اون کلا سبکش جداست و مقایسش با اینا کار اشتباهیه. گوشودیم اومد بررسی کنم. خب دیگه 43مین ویدیوی کانال شیرپلنگم همینجا تموم میشه. خب مرسی که این ویدیو رو دیدین. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنی، اگه جدید هستی حتما سابسکرایب کنی که سریعتر به 2000 تا ساب برسیم. کامنت انگلیسی هم یادتون نره که سابتون نریزه. ویدیوی قبلی هم اینجا ساجست میشه، اگه دوست داشتی اونم بریم ببینین. شب خیر.